بسم الله الرحمن الرحیم. بچه سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه، از مرزی به دور باشید، بوده باشید خودتون و خانوادتون. قراره یه دو ساعت و نیم بچه آنچه که در ترم اول خوندیم و مرور داشته باشیم، آن چیزی که در ترم اول خوندیم. توصیه هم اینه بچه هایی که میخوان این فیلم رو ببینن، همه تو که در واقع میبینید، اما بچه هایی که الان میخوام ببینن، حتما بچه ها خود یه مطالعه داشته باشید، بعد این فیلم رو بید که انشاءالله تکمیل کننده مطالعاتتون باشه، یا اینکه اگر میبینید الان فیلمو بعد برید مطالعه کنید جزوه رو، کتاب رو، حالا تمرینات رو، و دوباره فیلمو یک بار دیگه ببینید، چون مطالب حالا سعی میکنم کلی و جامع مرور کنم، ولی انشاءالله چیزی هم از قلم نمیفته. بچه بحثی که شروع کردیم ابتدای بحث ما با معادله خط بود. انشاءالله میدونید معادله خط از کجا شروع شد. ببینید بچه ها، ما یه خطی داشتیم، این خط شامل میشد از بی نهایت نقطه. درسته، هر نقطه ما مختصات داشت ایکس و ایگرگ. رابطه‌ای که بین این x و y برقرار بود توی این خطه بهش میگفتیم معادله خط. یعنی چی؟ مثلا می‌نوشتیم y مساویه 2x به اضافه 1. بچه این y مساویه 2x به اضافه 1 یک رابطه‌ای بین طول و عرض بین x و y این نقاط. ممنون. بین x و y این نقاط، درسته؟ این میشد معادله خط ما. حالا این معادله خط دو تا رکن داشت که ما می‌بینیم به صورت کلی می‌نوشتیمش دی وای مساویه آیکس به اضافه بی. آ چی بود؟ شیب خط. بی چی بود؟ عرض از مبدا. درسته؟ ما برای که بتونیم مال خط بنویسیم بعد شیب خط رو به دست بیاریم، بعد عرض از مبدا رو به دست بیاریم. شیب خط چجوری به دست میاد؟ دو تا رابطه داشتیم برای شیب خط. یک، اختلاف عرضها به اختلاف طولها. وقتی دوتا نقطه داشتی میخواستی شیب خط به دست بیاری، میگوشی آه مثلا حالا من سفیدم ندارم، میگه همینجا میبیسم، مثلا بچه ها خط گذرنده از نقاط 3 و 1 و 2 و 5، دوتا نقطه داریم به مختصات 3 و 1 و 2 و 5، از این دو تا نقطه یه خط میگذره. اگر شیب این خط رو بخوای به دست بیاری، اختلاف عرضها به اختلاف طولهای، من باید این ورش بنویسم آ مساویه اختلاف عرضها میشه چی؟ نگاه کن، این ایکس، این وایه، مؤلفه اول ایکس، مؤلفه اول طول، مؤلفه دوم وای، مؤلفه دوم همون عرض. خب اختلاف عرضها، نگاه کن، میگی 5 منهای 1، اختلاف عرضا 5 منهای 1. حواست باشه اگر گفتی 5 منهای 1 توی اختلاف طول ها، بعد از این نقطه شروع کنی، بعد بگی 2 منهای 3 به روی اختلاف طول ها 2 منهای 3 که بشه 5 منهای 4 روی منفی 1، کلا میشه چی؟ منفی 4. پس این رابطه اول به دست آوردن شیب خط بود. رابطه دوم گفتیم شیب خط برابر است با تانژانت زاویه‌ای که خط با جهت مثبت محور x ها میسازه. تانژانت زاویه‌ای که خط، دقت کن، با جهت مثبت محور x ها میسازد. تانژانت زاویه‌ای که خط با جهت مثبت محور x ها میسازد. یه مثال هم میبریم دیگه، اثبات از من نخواهد، اثباتش تو جزء بعد گفته بودم، الان به این پایین تر میرسیم بهش دیگه. یعنی چی؟ یعنی آقا این خط، این محور ایکس های من، این هم مثلا حالا محور عرض های من، این خط رو دارم، درسته؟ این خط رو دارم. الان بچه ها این خطه با محور ایکس ها هم با جهت مثبت زاویه میسازه، هم با جهت، دقت کن، هم با جهت منفی. اوکی، وقتی بهت گفتم تانژانت آلفا، آلفای چی بود؟ اون زاویه چی بود؟ زاویه‌ای که خط با جهت مثبت، نگو این جهت مثبت، اون وقت هر چی بریم ایکسمون زیاد جهت مثبت مونه. پس این زاویه رو ازت میخوام، تانژانت این زاویه میشه شیب این خطه، تانژانت این زاویه میشه شیب این خطه. این روش دوم دست بردن شیب خطمون بود. اما راجع به شیب بچه‌ها یه سری نکات دیگه هم گفته بودیم.
این تانژانت هست که اینجا براتون آوردم. اما راجع به شیب یه سری نکات دیگه هم گفتم. بچه‌ها نکته اول مثبت و منفی بودنش. آقا کجا می‌خوایم شیب مثبتش منفی به درد می‌خوره؟ نگاه کن شیب این خط چیه؟ خط صافه. نگی شیب نداره، شیبش صفره. شیب این خط چیه؟ صفره. شیب این خط چیه؟ فعلا ما مقدارش کار ندارم. البته الان بعد من مقدار شیب این خط رو هم بگی چون معادله این خط رو بلدی. اوکی، پس مقدارش رو هم میتونی بگی. اما مثبت منفیش به فقط بمیشید مثبت یا نه. گفتم وقتی از چپ شروع میکنی روی نمودار میرسی به نمودار، اگر مجبور شدی از نمودار بری بالا میشه سربالایی، میشه شیب مثبت. نگون من از چپ شروع میکنم دیگه، میام رسیدم به نمودار بعد سربالایی برم، میشه شیب مثبت. پس بهت گفته بودم سربالایی مثبت. حالا ببینم شیبش دقیقاً چنده. بله مثبت، علامتش مثبت، عددش چنده؟ میگه این چه خطیه؟ نیم ساز رو به اول و سوم معادلش رو بلدی. این خط وای مساویه ایکس. وای مساویه ایکس، شیب خط کجاش میشه؟ ضریب ایکس. ما داشتیم وای مساویه آ ایکس به اضافه ب دیگه. آ چنده اینجا؟ آ یک. پس شیب این خط برابر است با یک. بلدی بلدی قطعا بلدی. بریم بعدی. آقا شیب این خط چیه؟ علامت رو بهم بگو، علامت رو بهم بگو. میگه از چپ شروع میکنی، رسیدی به نمودار، سر پایینی داری میری. سر پایینی یعنی چی؟ شیب منفی. وقتی از چپ شروع میکنی میرسی به نمودار، مجبوری سر بخوری بیای پایین، این چه سر پایینی چه شیب منفی. شیب این خط منفیه. مقدارش هم نمیدونی فعلا چون خط مهمی نیست. این خط اشتباه نگیرید، وای مثلا منفی نیست. پس اینم علامت شیب هم. بچه دو تا شیب دیگه هم داریم، خطوط عمودی که شیبشون بی نهایته. سقوط آزاد، سقوط آزاد یعنی شیب بی نهایت. حالا ببین میخوام چکار کنم؟ میخوام معادله خط بنویسم. بچه با هر ما خواستی معادله خط بنویسی، شما اول رابطه اصلی رو باید بنویسی. وای مساویه آیکس به اضافه بی. مجهولات چی هست؟ آبی. شما باید آبی رو به دست بیاری، آب و بی رو. خب میدونی واسه به دست بیارم آن چه راه هایی دارم؟ مثلا یکیش تانژانت آلفا هست، یکیش اختلاف عرض به اختلاف طول هاست، یا مثلا از راه های دیگه، یا مثلا مطور خودش شیب رو باید بده بگه با شیب خط سه. اوکی، الان گفته چی؟ الان گفته معادله خط گذرا از دو نقطه فلان و فلان. دو تا نقطه بهت داده، معادله خط خواسته. شما وقتی دو تا نقطه داری شیب خطت به دست میاد. بالا گفتم دیگه اختلاف عرض به اختلاف طول ها، شیب خطت به دست میاد. بی چجوری به دست میاد؟ بی عرض از مبدا شماست. عرض از مبدا بچه‌ها همیشه با جایگذاری یک نقطه توی معادله به دست میاد. ببین یه دو بعد حل کنم. اختلاف عرض به اختلاف طول ها رو بگو، شیب هم میشه چی؟ پنج منهای منهای دو. دقت کن، پنج منهای منهای دو میشه پنج به اضافه دو که میشه هفت، به روی دو منهای سه میشه منفی یک. پس شیب هم کلا میشه منفی هفت. شیب به دست اومد منفی هفت، نویسم وای مساوی منفی هفت ایکس به اضافه بی. چی کار باید بکنم؟ یکی از نقاط هم فرق میکنه آیا بی نفرق میکنه، هر کنون که دوست داری آر رو جایگذاری کن. به جای ایکسش میذارم دو، به جای وای میذارم پنج. پنج مساویه، به جای وای گذاشتم پنج، به جای ایکس میذارم دو. منفی هفت ضرب در دو میشه منفی چهارده به اضافه بی. منفی چهارده به اونور بی میشود نونزده. عرض از مبدا بچه ها، عرض از مبدا همیشه با جایگذاری نقطه توی معادله به دست میاد. یک نقطه توی معادله وقتی که شیب به دست آوردی. یه نقطه دیگه راجع به عرض از مبدا هم بگیم که دیگه چیزی از عالم نیفتاده باشه. روی نمودارم واسه هم مهم عرض از مبدا کجا اتفاق میفته. اگر این محور ما باشه، اینم خط ما باشه، اوکی، عرض از مبدا کجاست؟ یعنی فاصله، گفتم عرض از مبدا یعنی فاصله عرضی از مبدا، فاصله عرضی خط از مبدا. خب مبدا اینجاست، فاصله عرضی میشه عمودی دیگه. برم بالا به خط میرسم یا برم پایین؟ طبیعتاً برم بالا به خط میرسم. اینجا این نقطه عرض از مبدا شماست که مقدارش چقدره؟
این ارتفاع دیم، حالا طول عرض این نقطه هر چی میخواد باشه. بچه ها چیزی که هست فاصله عرضی از مبدا، همیشه عرض از مبدا مختصاتش باید چجوری باشه؟ صفر و واحد. عرض از مبدا یه نقطه است، مختصاتش چیه همیشه؟ این نقطه عرض از مبدا. این وای نقطه عرض از مبدا همون بی شماست که میری جایگذاری میکنی، بی رو به دست میاری دیگه. خواستم اون نمودار عرض از مبدا رو بهتون بدم. این مقدار بهش میگیم چی بچه ها؟ این بی. درسته که گفتید واسه به دست آوردنش این نقطه رو توی خط جایگذاری میکنی، توی معادله خط جایگذاری میکنی. آقا یه بحث دیگه داریم راجع به وضعیت خطوط نسبت به هم دیگه. گفتم دو تا خط یا موازیان یا دو تا خط موازیان. همینجا بگم اگر دو تا خط موازی باشن، اگر دو تا خط موازی باشن چه رابطه ای بین شیب‌هاشون برقراره؟ اگر دو خط ما موازی باشن چه رابطه ای بین شیب‌هاشون برقراره؟ هر دو خط موازی شیب‌های برابر داره. این خط، این خطه با این خط موازی، خب شیب‌هاشون برابره دیگه. درست الان شیب‌ها همینجوری با هم دیگه برابره، چون با هم موازیان. به محض اینکه دو خط دیگه موازی نشن شیب‌های برابر ندارن. پس نکته اولی که بعدت باشی، دو خطی که با هم موازیان شیب‌هاشون برابره. اوکی، نکته اول. نکته بعدی، دو خطی که با هم منطبقن یا دو خطی که بر هم منطبقن، علاوه بر اینکه شیب‌هاشون برابره، عرض از مبدأ‌هاشون دو تا خط عین همن دیگه. آقا خط دو تا ویژگی داره، شیب و عرض از مبدأ. میگه دو خط منطبقن، منطبق این دو تا خط در واقع یکی‌ان، عین هم دیگه‌ان. خب ما هم شیب برابر می‌خوایم، هم عرض از مبدأ برابر تو دو خط منطبق. دو خط متقاطع، دو تا خطی که قطع می‌کنن هم دیگه رو. آقا اگر خطت موازی نباشه، اگر خطوطت موازی نباشن، حتماً متقاطعن. پس دو تا خط متقاطع چه ویژگی دارن؟ شیب‌هاشون با هم برابر نیست. اما تو دو تا خط متقاطع یه حالت خاص داریم. دو خط متعامل، دو تا خط عمود بر هم. شیب‌هاشون چیه؟ عکس و قرینه هم. اگه شیب این 5 باشه، شیب این چیه؟ منفی 1/5، عکس و قرینه. اگر شیب این مشکی 2/5 باشه، شیب این آبیه چیه؟ عکس و قرینه، منفی 5/2. اوکی؟ اما تو هر خطی خواستی مقدار شیب رو به دست بیاری، خواستی حالا چه مقدار عددی چه مقدار عبارتی شیب رو به دست بیاری، گفتم به یه بار دیگه هم میگم وای مساویه چون نمیمیسه وای مساویه AX به اضافه B. بچه ها شیب برابر است با ضریب x. شیب برابر است با ضریب x چه موقع؟ وقتی y تنهاست و ضریبش 1. به ضریب x میگیم شیب خط k وقتی که y تنها باشه و ضریبش هم، یعنی الان بچه ها توی این معادله میگه شیب خط چیه؟ آه الان توی این معادله میگه شیب خط چیه؟ الان که دیگه ضریب وای 1 نیست، بعد یه تقسیم بر 2 انجام بدی، الان شیب خطت میشه آ دوم، چون باید تقسیم بر 2 باشه. اوکی؟ پس هر موقع خواستی شیب خط رو به دست بیاری، وای رو تنها میکنی، ضریب x رو میخونی. وای تنها پشت سرش 1 و ضریب x رو میخونی. یه نکته دیگه راجع به خطوط بگم و انشاءالله دیگه کافی باشه برای معادله خطمون. بچه‌ها نکته‌ای که باید بدونید، ببین دو تا خط ما اگر موازی نباشن متقاطعن. درسته؟ دو خط ما اگر موازی نباشن، حالا توی صفحه داریم میگیم، بهتون گفته بودم یه چیزی داریم به نام متنافر، یعنی دو خط توی یک صفحه نباشن، سه بعدی باشه که حالا ما داریم دو بعدی کار میکنیم، کاری به زد نداریم فعلا. دو خط ما توی یک صفحه توی دو بعد اگر موازی نباشن حتما متقاطعن. درسته؟ این تقاطع یعنی چی؟ یعنی دو خط توی یه نقطه همدیگر رو قطع میکنن. نقطه برخورد دو خط، نقطه برخورد دو خط. بچه ها میخوام دو تا خط دارم، مثلا دو وای مساوی 3x منهای 4 و 4 وای به اضافه 5 مساوی 6x نوشتم دیگه، از خواهم در آزان هم یادم. این دو تا خط اگر نگاه کنیم موازی نیستن، بچه شیمه خط چیه؟ K.
کافی وای تقسیم بر 2 باشه که 3 دوم چیه خرچیه بعد وای تقسیم بر 4 بشه اما 5 دوم که تقسیم نداره تقسیم بر 4 بشه چیه 6 چهارم چه دقیقاً موازی شده اینو بکنیم 3 الان شیوه خط 6 سوم 2 بالایی 3 دومه این دو خط موازی نیستن پس متقاطعن درسته شیوهشون برابر نیست موازی نیستن پس حتما متقاطعن بچه وقتی متقاطعن توی یه نقطه همدیگر رو قطع میکنن اون نقطه برخورده رو میخوام اون نقطه برخورده رو میخوام چجوری؟ بچه دو معادله است با دو مجهول بهش میگم دستگاه معادلات خوندیم دیگه سوال مهم دستگاه معادلات رو خوندیم خودم که بهتون گفتم دستگاه معادلات رو حل میکنی یه x به دست میاد یه y اون x و y که به دست میاد اون محل نقطه برخورد ماست حالا واسه اینکه ببینی دستگاه من حل کرده باشم یه دستگاه هم حل کنیم ببین من اینجا بنویسم گفته دو y بچه منهای سه x هم میارم این و دو y منهای سه x میشه منفی 4 6 x و میارم این برای میتونیست فرق نمی کنه سه بایه ببرم یا فرق نمی کنه من سه بایه میبرم اون بر میشه 6x منهای سه بای رفت میبرم شد منفی 5 هم که اینجا دارم میخوام این دستگاه رو حل کنم بچه ها چجوری؟ برای حل دستگاه معادلات کافیه ضریب یکسان ایجاد کنیم خب آقا ضریب منفی 3 ضریب این چیزه بالای چند ضرب کنم؟ توی 2 ضرب کنم تمام میشه دیگه تو 2 ضرب کنی بالای رو دو وایت میشه چی؟ 4 وایت این تو دو ضرب بشه منهای 3 میشه منهای 6 منهای 4 میشه منهای 8 خب یه منهای 6 اینجا دارم یه مثبت 6 اینجا چیکار کنم با هم دیگه خط بخورم منهای 6 و مثبت 6 رو باید چیکار کنم با هم دیگه جمع کنم دیگه جمع کنم منهای 6 و مثبت 6 میره 4 وای با منهای 3 وای میشه مثبت وای منهای 8 با 5 میشه منهای 3 وای به دست اومد منفی 3 توی معادله جایگذاری میکنه x رو هم به دست میاری x و وای به دست میاری x و وای میشه یه مختصات یه نقطه کدوم نقطه است نقطه برخورد این دو تا خط ما با هم دیگه این اصول بچه‌ها معادله خطه واسمون مهمه الان که مثلا میرم جلو به میخوام فاصله دو نقطه رو بگم به میخوام فاصله نقطه از خط رو بگم ولی بچه‌ها کلیات همینه ها یعنی شما باید ابتدا هم بلد باشی معادله خط بنویسی شی رو بشناسی به دست آوردن شی رو بشناسی عرض از مبدا رو بشناسی حالا مثلا روابطی که نیگر متوجه باشی گفت اگر نقطه فلان محل تلاقی دو خط معادلات محل تلاقی هم نقطه برخورده است یعنی باید این دستگاه معادلات رو چیکار کنی حل کنی دو تا معادله خط بهت داده بعد دستگاه رو حل کنی بعد نقطه تلاقی رو به دست بیاری مساوی با نقطه آ قرار بدی هر چی میریم جلوتر بچه ها اینها واسه اون مهمه این عباراتی که دارم این اصل معادله خط ما نوشتن معادله خط واسه اون مهمه تو کل بحث هندسه‌مون نکته که بعدی داشتیم بچه ها زاویه بین دو خط بود خب با رابطه به دست اومد دیگه تانژانت آلفا تانژانت زاویه بین دو خط میشد ام1 منهای ام2 به روی یکی به اضافه ام1 ام2 که ام1 و ام2 چی بودن؟ شیب خط اول و شیب خط دوم که دیگه بلد باشید رابطه رو خیلی وقت سوال کنکور نبوده ولی کم که بعید نیست که ببینیم از این دست سوالات توی کنکور بچه مثال رو براتون حل کنم یکی از دوستان من پرسیده بود این سوال از من خط به معادله کای به اضافه x به اضافه 2 کای x منهای کای به اضافه 1 خب طبیعتا اینجا اصلا وای نداریم درسته؟ گفتم بهتون یکی از اینا هم وای این 2 کا وای هستش دیگه اینو که وای نداریم وای داشته باشیم 2 کا وای هستش پس این تو جزوه درست کردید حتما الان من میخوام چیکار کنم گفته این خطه بر خط گذرنده بر دو نقطه این و این عموده درسته؟ یعنی آقا خط گذرنده این یه نقطه این هم یکی نقطه این یه خطه این شیب خط گذرنده از هر این دو نقطه هر چیزی باشه شیب این خطه چیه؟ عکس و قرینه این شیب است دیگه درسته پس میام اول شیب این دو نقطه رو دست میارم شیب خطی که از این نقطه میگذره رو دست میارم میشه اختلاف ارضا به اختلاف طول ها منهای 1 منهای 3 میشه منهای 4
دو منهای 8 منهای 6 کلا میشه 2 سوم، دو سوم شیوه خط گذرنده از این دو نقطه است. شیوه خط میشه چی؟ عکس و قرینه منفی 3 دوم. حالا شیوه خط شده منفی 3 دوم، اما شیوه خط برابر با چیه؟ گفتم بچه ها شیوه خط برابر است با ضریب x وقتی که y تنهاست و ضریبش 1. خب وای باید تنها باشه، پس کای به اضافه یک ایکس باید بره اون بر میشه منهای کای به اضافه یک ایکسش هم باید نمیشه مهم ضریب رو کار داریم دیگه. تقسیم برای چی باید بشه بچه ها؟ وای باید ضریبش یک باشه، الان ضریبش چیه؟ دو کای، پس یه تقسیم بر دو کا هم میخوایم. پس منهای کای به اضافه یک تقسیم بر دو کا میشه شیوه این خطه که ما حساب کرده بودیم. شیوه این خطه چیه؟ منفی 3 دوم کافی اینو با منفی 3 دوم برابر قرار بدیم. چجوری حل میشه طرفین وسط این؟ فاصله دو نقطه بچه، فاصله دو نقطه ما دو نقطه شیم صفحه، ما دو نقطه داریم خواهیم داشت. الان میپرسن نه به طور مستقیم، توی سوالهای دیگه نقطه آ و نقطه B. رابطه به دست آوردن فاصله این دو نقطه چیه؟ میشه رادیکال اختلاف عرض‌ها به توان دو به اضافه اختلاف طول‌ها به توان دو. دیگه نه ایکس که منهای ایکس دو، آقا ایکس دو من فرق نمی‌کنه، داره توان دو میرسه. چه ایکس دو منهای ایکس یک، چه هر چی به هر جوری بنویسی توان دو مثبتش میکنه، درسته؟ همون میگه اختلاف عرض‌ها به توان دو به اضافه اختلاف طول‌ها به توان دو. رادیکال این میشه فاصله دو نقطه هم. طبیعتا بچه بهتون گفتم فاصله دو نقطه هم من فیادت رو مستقیم نمیخوام کنیم تا هم قطعا دیگه خیلی خوشبشانتون میشه، بهتون لطف میشه. توی این سوال های گاج و قلم شو بزنید تا همینجور نمیخوان دیگه، اما رابطه رو میخوان برای حل کردن سوال هایی که حالا مثلا دیگه آسان ترین سوالی که ممکنه بده اینه دیگه. گفته اگر نقاط این و این 0 و 3 و 2 منفی 1 دو رأس مقابل یک مربع باشن، دو رأس مقابل یک مربع باشن، یعنی ما گفته آقا این مربعه. همیشه بچه تو سوالای هندسی چطور رسم کنید؟ همیشه تو سوالای هندسی توش چطور رسم کنید خیلی کمکتون میکنه. گفته که من یه مربع دارم، من از تو مستقیم دارم الان اینجا بکشمش، یه مربع دارم رؤوس 0 و 3 و 2 منفی یک رو من داره، این 0 و 3 این 2 منفی 1 گفته دو رأس مقابلن، درسته؟ بس اینا میشه مجاور، این با این میشه مجاور، این با این میشه مقابل، این با این میشه مقابل، دو رأس مقابل یک مربع، مساحت مربع چیه؟ خب آقا من دو تا نقطه دارم، فاصله این دو نقطه رو اگر محاسبه کنم چی رو من میده؟ قطر مربع. من اگر قطر مربع داشته باشم مسافت مربع رو دارم، قطر ضرب در قطر تقسیم بر دو. یا بلدی اینجوری این رابطه این مربع که دیگه بلد باش از این به بعد، یا اینکه آقا این به دست اومده دیگه، فرض کن بلد نیستی، یا میخوام بگم که همیشه مسائل ریاضی بیشتر از یک جواب دارم، فرض کن بلد نیستی که قطر ضرب در قطر میشه تقسیم بر دو میشه مسافت مربع، اینو به دست آوردی چی؟ 5. مگه طول ضلع مربع رو نمیخوای؟ مگه این مثلث قائم الزاویه نیست؟ این x، اینم x، مربع از لو با هم برابرن دیگه، یه فیثاغورس میزنی x رو به دست میاری، ضلع مربع تو به دست میاری، بعد دیگه ان شاءالله برات دیگه ضرب در ضرب ضرب میشه مساحت مربع. بریم پایین، بریم 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 برسیم به نقطه وسط پاره خط. نقطه وسط این آ این b، یه نقطه این وسط میخوره اینجا، آقا وسط آبی رو میخوام، اسمشو میذارم M. وسط آبی میشه چی؟ آقا اگر این X باشه، X1 باشه، این Y1، این X2 باشه، این Y2، M میشه چی؟ میانگین طول آبی و میانگین عرض آبی، تابلوه دیگه، تابلوه قشنگ. سوال کتاب دو صفحه 7 قرینه نسبت به مبدأ خاصی تو گفته بودم. نکته ای که توی متوازی الاضلاع باشه غلط باشید، توی متوازی الاضلاع اینو براتون نوشتم، آبی و سی روز یک متوازی الاضلاع باشن
A B C D. رؤوس مقابل بچه ها جمعشون عبارت یکسانی رو به ما میده. این نکته پرتکراریه. نکته تو جزوه مانده به خاطر اینکه توی آزمایش همیشه میاد، توی کنکور یکی دوبار اومده. اما مؤثر چیه؟ اما مؤثر عمود میکنه و نصف میکنه. لاکن دیگه سوال ترکیبی میشه. عمود مؤثر یعنی آقا شما یه خط رو داری میخوای مقابل عمود مؤثرش رو بنویسی، درسته؟ شما شیبه این عمود مؤثر رو داری چون شیبه این خط رو داری، پس شیبه میشه عکس و قرینه‌اش دیگه، درسته؟ پس از این به بعد دیگه وقتی ما گفتیم عمود بودن میشه عکس و قرینه، وسط بودن میشه میانگین طول‌ها، میانگین عرض‌ها برای به دست آوردن نقطه وسط، اینا یه دفعه توی سوال اینجوری کلی دور هم جمع میشه. بعد اون سوال حل میکنم، ولی نه این سوال. فاصله نقطه از خط بسیار بسیار مهمه برامون. فاصله نقطه از خط، یه نقطه داریم از خط دی، یه نقطه داریم فاصلهش از خط دی. مهمه برای اون که ببینی وقتی میگم فاصله یعنی خط عمود، وقتی میگم فاصله یعنی خط عمود. همین سوال میاد توی مثلث مطرح میشه، وقتی بهت میگه فاصله رأس فلان از قاعده فلان منظور ارتفاعه، چون ارتفاع عمود میشه، درسته؟ وقتی میگی فاصله منظور خط عموده. اگر این سوال بیاد توی مثلث یا بیاد توی زوزنقه یا به هر صورتی، اگر رأس رو از قاعده ازت خواست میشه ارتفاعی که از اون رأس داره میگذره، چون خط فاصله باید عمود بشه و خطی که حالا میخوایم و اون مقدار رو حساب کنیم. خب آقا نقطه رو داری، معادل خط هم داری. مثلا بهت میگم معادل خط 6x به اضافه 5y به اضافه 6 مساوی 0 فرض کنیم که دیگه هم جابجا کنیم مساوی 0، فاصله نقطه 2 و 1 از این چیکار می‌کنی؟ توی صورت بهت گفتم فارسی بنویسم راحت یاد بگیری، جایگذاری نقطه در معادله، جایگذاری صورت میشه جایگذاری نقطه توی معادله. یعنی الان به جای x میذاری چند؟ 2، به جای y میذاری 1، به اضافه 6 میکنی تقدمون 0، اگه چیزی بود میگیم و یه دفعه محاسبه میکنی صورت رو می‌نویسی. قدر مطلق گذاشته که عدد مثبت بگی، چرا؟ چون فاصله منفی نمیشود. تقسیم بر چی؟ رادیکال a2 به اضافه b2. a چیه؟ ضریب x. b چیه؟ ضریب y. a چیه؟ ضریب x. b ضریب ایگه. این شد فاصله نقطه از خط. آسونه. آسونه. یه سوال هم ببینیم. گفتن که نقاط A, B و C سه رأس یک مثلث باشن، نقاط A, B و C سه رأس یک مثلث باشن، طول ارتفاع آیش را بیان کن. A, B, C چی می‌خواسته؟ این ارتفاع آیش فرسته این ارتفاع بچه ها طول ارتفاع آیش رو خواسته. این طول ارتفاع آیش رو به یه لحن دیگه میشه گفت. چجوری بگم؟ میگم آقا طول ارتفاع آیش دقیقاً برابر است با فاصله نقطه آ از خط BC. طول ارتفاع آیش رو من میتونم با یه لحن دیگه بگم، بگم آقا این آیش هست و ارتفاع نیست، میخوام یه جور دیگه بگم، میگم این برابره با فاصله نقطه آ از خط بی سی. اصلا این مثلث در نظر بگیر نقطه آ، بخوای فاصلهش از بی سی حساب کنی مجبور نعمود کنی دیگه، میگم همون ارتفاعه، درسته؟ پس الان ما باید چی رو دست بیاریم؟ فاصله نقطه آ از خط بی سی. خب نقطه آ رو که دارم، مختصات مشخصه، خط بی سی رو میخوام، بی رو دارم، سی رو دارم، معادل خط رو می‌نویسم از رابطه‌ای که الان گفتم فاصله نقطه از خط. بالا گفتم دیگه نگرم بشه. آ رو دارم، مختصاتش رو دارم، بی و سی رو هم دارم،
با بی و سی، با بی و سی معادل خط رو می‌نویسم. حالا کافیه فاصله نقطه از خط بی سی رو محاسبه کنم. سوال تجربی 89 که خیلی سوال خوبی بود. برسیم به فاصله دو خط موازی. فاصله دو خط موازی. آقا گفته فاصله دو خط موازی هم رابطه داره. سی ام ان های سپری به روی رادیکال آدو به اضافه بی دو. سی ام ان های سپری به روی رادیکال آدو به اضافه بی دو. بچه رابطه رو باید بلد باشی تا سوال حل نکنی رابطه دسته نمیاد. این برای فاصله دو خط موازی. حل کنیم مثلا اینو. گفته آقا 2x به اضافه y مساوی 4 و چی؟ مثلا اینو باید حل کنم. 2x به اضافه y مساوی 4 و 4x به اضافه my خیلی تاثیر داشت این تکون دارم. 4x به اضافه my مساوی m به اضافه 4. آقا گفته این دو خط با هم موازی هن. خودش گفته وقتی دو خط با هم موازی هن یعنی چه اتفاق میفته؟ یعنی شیباش با هم دیگه؟ برابر. شیب برابر. شیب خط اول چیه؟ گفتم وای تنها زدی بشه. یعنی دو ایکس بعد بره اون بعد. شیب خط اول میشه منفی دو. شیب این خطه چیه؟ وای تنها زدی بشه. چار ایکس بعد بره اون بعد میشه منفی چار ایکس تقسیم بر ام. میشه منفی چهار ام اون. فهمیدی؟ دو ایکس رفت اون بشه منفی دو ایکس. وای تنها ذریع بشم یکه، پس چی همون شد؟ منفی دو. اینجا چار ایکس بعد برون برم میشه منفی چار، اما هنوز ذریع وای یک نشده، یه تقسیم بر ام میخواد میشه منفی چهار امو. شیب خط پایینی، شیب خط بالایی، دوتا خط با هم دیگه چی هم؟ موازی هم. پس چی با هم برابره؟ منفی دو یکم مساویه منفی چهار امو. دیگه حالا هر جو سلام میدونی ام به دست میاد دو. اوکی آقا این به دست اومده دو دیگه تموم شد دیگه. این به دست اومده دو. فاصله دو خط موازی سی ام ان های سپریم به روی رادیکال آدو به اضافه بی دو. سپریم این 6 سپریم این سی ام یکی 4 آبی رو چیکار کنم؟ آبیم کدومه؟ این به دست اومد آبیم کدومه بچه ها؟ آبی رو وقتی دو خط موازی هن آبی رو باید یکسان کن دیگه. اینجا داری 2x به اضافه y مساوی 4، اینجا داری m شد 2، اینجا داری 4x به اضافه 2y مساوی به اضافه 2y مساوی 6. دیگه آنها باید تبدیل به هم بشن. تابلو دیگه تقسیم بر دو کن میشه 2x به اضافه y مساوی 3. این دو خط موازی تن درسته؟ حالا آف 2 بیت 1 اینجا c 4 و 0 نت برابر است با 3 که با استفاده از رابطه بالا اختلاف عرض و به اختلاف طول ها رو به دست معادله درجه 2. معادله درجه 2 اولین نکته که توی معادله درجه 2 گفتیم برای حل معادله درجه دو بچه ها استفاده از روش کنترل ضرایب بود که بتونم گفتم بلد باشید یه جا کمک میکنه خیلی جا کمک نمیکنه چون نمیدن البته توی آزمایشی امسال هم تکرار شده ولی خب بلد نباشید چیزی از دست نمید ولی بلد باشید ممکنه بهتون کمک کنه. اول اتفاقی که توی معادله درجه دو میفته ممکنه که بچه آی به اضافه به اضافه سی ما صفر باشه. یعنی چی؟ یعنی جمع ضرایب برابر باشه با صفر. اگر جمع ضرایب صفر باشه چه اتفاقی میفتاد؟ اصلا کی جمع ضرایب صفر میشه؟ بچه توی این معادله x و 1 در نظر بگیر تو معادله درجه دو. یک تعویض جوهر محمد پره چرا نمیسه؟ یک بسم الله الرحمن الرحیم مصفایی میکنم بخواده تأخیر رو که اومده دستم هم کامل کسی بشون Thank you.
خب با هم آبی بنویسیم. گفته که چی؟ تو معادله درجه دو بچه که این اتفاق میفته؟ ببین اگر x ما 1 باشه، داری فرض میکنم اگر x ما 1 باشه یک جایگذاری کن میشه چی؟ a به اضافه b به اضافه c مساوی 3. جمع ضریب 3. یعنی اتفاقی که میفته میفهم که اگر 1 باشه این اتفاق میفته. پس همیشه بچه وقتی جمع ضریب شما 1 باشه یکی از جوابای شما 1ه، x مساوی یکی از جوابای معادله شماست و یکی از جوابای دیگرتون در واقع اون یکی جوابتون سی آم هستش. درسته؟ یکی از جواب یکی از جوابا سی آم. مثلا به شما میگه 2x 2 من 2x 2 منهای x به اضافه یا مثلا میگه منهای 1 مساوی 3. بعد تو این مثال الان جمع ضریب اون صفره، حتما یکی از جوابا یکه و حتما اون یکی جواب سی آم، سی منفی 1 آم 2 میشه منفی 1 دوم. خب طبیعتا راحت تره تا بری دلتا بزنی یا مثلا بخوای حالا تجزیه جمله مشترک انجام بدی، این روش ما خیلی راحت تره اگر انشالله به سوالا برمیخوریم. بچه ها یه حالت دیگه پیش میاد، اگر جمع اولی و سومی بشه وسطی، یعنی آ با سی بشه بی، ای به اضافه سی بشه بی، در این حالت حتما یکی از جواب منفیه که و حتما یکی از جواب منفیه سی آم هستش. برای حل معادله درجه دو داریم صحبت میکنیم بچه ها. روش اولی که توی حل داشتیم کنترل ضریب، بعد از کنترل ضریب چیزی که خیلی به دردمون میخوره تجزیه جمله مشترک هستش. بعد از کنترل ضریب چیزی که خیلی به دردمون میخوره تجزیه جمله مشترک هستش. چجوری انجام بدیم بچه ها؟ توی سوالای تو اکثر سوالامون در واقع مشکلی نداشتیم. مثلا ما میدونم چی؟ میگن آقا x2 منهای 5x به اضافه 6 مساوی است. درسته؟ یک معادله درجه دو رو میخوای حلش کنی. چیکار میکنی؟ اولین چیزی که به ذهنت میاد، اولین روشی که باید واسه حل نگاه کنی، حالا اگر جمع ضرب صفر نبود باید تجزیه جمله مشترک بزنی. میگی ضربم چنده؟ ضربم چیشه؟ جمعم چنده؟ منفی 5. پس دنبال عدد منفی میگردی چون ضربت مثبت جمعت منفیه، پس حتما هر دو منفی بودن. دیگه نمیگی بگی 1 و 6. خب معلومه که 1 و 6 نیست. چرا؟ دقت کن الان بگم آقا ضرب اون دو تا عدده، ضرب اون دو تا عدد چی شده؟ مثبت شده. جمعشون چیه؟ منفی. خب جمع دو تا عدد منفی، ضرب حتما جفتشون منفی هست. درسته؟ پس دیگه نمیری بگی 1 و 6 2 و 3، اینا قطعا نیستن. دنبال عدد جفت منفی میگردی. این بچه خیلی واضح میشه x منهای 2 در x منهای 3. تجزیه جمله مشترکمون انجام میشه، یه جواب 2 به دست میاد اینجا، یه جواب 3 از اینجا برامون به دست میاد. اما مشکلمون وقتی بود که مثل اینجا چه اتفاقی میفته؟ مثل اینجا جمله مشترک نداریم. جمله مشترک نداریم. گفتم چیکار میکنی؟ جمله مشترک میسازی. جمله مشترک میسازی. خب آقا این چند بود؟ خوب بود. نو ایکس بود؟ خوب بود دیگه. این دوستان نو ایکس بشه. همیشه آقا وقتی جمله مشترک نداری ضرب در خودش میشه. من دوستان در دوست ندارم اینجوری بگم که مجبورم میگم بعدن همیشه بیارم. آقا وقتی 3x2 2x2 جمله مشترک نداره، رادیکال نداره، ضرب در خودش کن. ضرب در 3 میکنی میشه نو ایکس به اضافه 15x منهای 24 مساوی 3. حالا جمله مشترک داره. جمله مشترک هم چیه؟ 3x. جمله مشترک هم 3x. ضربم چنده؟ منفی 24. ضربم چنده؟ منفی 24. بچه ها ضرب همیشه از معادله جدیده به دست میاد، جمعت از همون معادله اولی به دست میاد. ضربت از معادله جدید به دست میاد، جمعت از معادله اول به دست میاد. این هم بهت گفته بودم که وقتی که ضرب میکنی حواست باشه جمع تعریف میکنه. اینو بهت گفته بودم. دارم اینجوری این دفعه بهت میگم. میگم آقا ضربت از معادله جدید به دست میاد، اما جمعت هنوز همون تا
تو همونیه که تو مال اول نوشته. خب الان دو تا عدد میخوای که ضربشون بشه منفی 24 جمعشون بشه نگه 15 ها، از معادله اول به دست میاد جمع، ضرب از معادله دوم منفی 24، جمع از معادله اول مثبت 5. ضرب منفی جمع مثبت، حتما یکی منفی یکی مثبت. که بچه ها میشه شن؟ میشه منهای 3 و مثبت 8 طبیعتا که ضربشون منفی 24 جمعشون 5، منهای 3 مساویه 3. ببینید بچه‌ها یه موقعی میخوای، یه موقعی میخوای جواب معادله به دست بیاری، درسته؟ جواب معادله میخوای به دست بیاری، مهم نیست اگر اینجا ضرب در 3 کردی تو تقسیم بر 3 نکن، چون این تقسیم بر 3 بچه‌ها تو جواب معادلهش تأثیری نداره. جواب معادله یه بار این پرانتز مساوی 0، یه بار این اصلا تقسیم بر هر چی میخواد باشه، این 3 چیکار داره؟ ولی اگر ببینی آقا این عبارت تجزیه کن، درسته، بخوای ساده سازی انجام بدی، حواست باشه حتما اینجا ضرب در 3 کردی و تقسیم بر 3 انجام بده که عبارتت عوض نشه. ولی توی حل معادله اگر تقسیم بر 3 انجام ندادی اهمیتی نداره. پس هر موقع داشتی جمله مشترک تجزیه می‌کردی، اگر ضریب نگاه اینجا 3 12 به درد نمی‌خوره، اینجا 12 به درد نمی‌خوره، اینجا تقسیم بر 2 کنی باز ضرب در 6 کنی، اینجا 7 جمله مشترک ندارن، اینجا باز ضرب در 7 کنی، اینجا باز ضرب در 2 کنی، اینجا باز ضرب در 3 کنی، اینجا چیکار می‌کنی؟ نه اینجا ضرب در 12 کنی، سخت میشه. اینا همشون به دو بخش پذیرن. اول ضرب در 2 می‌کنی، اینجا میشه 6، بعد ضرب در 6 می‌کنی همه رو در نهایت تقسیم بر 6. آقا اینا رو خواستی حل کنی، گفتم ضرب اون دوتا از معادله جدید دست میاد، اما جمعشون همچنان همونیه که توی معادله اول نوشته بودیم. بچه خیلی خوبه که بلد باشید روش تجزیه جمله مشترک رو، که اینا همش تجزیه جمله مشترکه، میبینید الان اگر هم دورتون نباشم همش تجزیه جمله مشترکه. حالا اونایی که دارن جمله مشترک تجزیه میکنه، که ندارن جمله مشترک خودمون ایجاد میکنه، این بعد ضرب در 3 بشه، این بعد ضرب در 3 بشه، تا برسیم به روش کلی حل معادله درجه 2، روش دلتا. اصولا معادله درجه 2 ما دو حالت، سه حالت داشت، معادله درجه 2 ما سه حالت داشت بر حسب دلتا. اگر دلتا مثبت بود معادله 2 جواب، اگر دلتا 0 بود معادله 1 جواب، اگر دلتا منفی بود معادله اون جواب نداشت. حالا بچه‌ها بحث کنیم راجع به جواب‌های معادله درجه 2، اصلا بعد نکاتی که راجع به درجه 2 میگه که من سر سفید داشته باشم. ببین بچه‌ها راجع به معادله درجه 2 بخوام صحبت کنیم، چند تا نکته خیلی مهم داشت. نکته اولی که معادله وقتی رو به بالا یا مثبت، وقتی رو به پایینه که آ منفی. آ چیه؟ آ ضریب ایکس 2، آ ایکس 2 به اضافه b x به اضافه c مساوی s. این فرمت کلی معادله درجه 2 a ضریب x 2. توی روابط وقتی صحبت از a و b و c، صحبت از a و b و c میشه، a ضریب x 2 b ضریب x و c مون عدد ثابتونه. دیگه راجع به درجه 2 چی میخوایم بچه‌ها؟ حل معادله درجه 2 که بر اساس دلتا تعریف می‌کنن، دلتا مساویه بینوم منهای 4AC. جواب های معادله گفت اگر دلتا مثبت باشه دو جواب دلتا عدد داره بدونید، آبیوسه یعنی جایگزاری کنی عدد بدونید، اگر دلتا مثبت باشه دو تا جواب داریم، دلتا صفر باشه یک جواب و دلتا منفی باشه معادله اون جواب نداره. بر حسب دلتا جواب های معادله درجه دوم چی میشود؟ منفی ب مثبت منفی رادیکال دلتا به روی دو. این هم بود جواب های معادله درجه دومون. اما بچه ها بیان روی نمودار اینا بلدید دیگه، بیان روی نمودار ببینید دو تا نکته خیلی مهم داریم روی نمودار، میتونیم متوجه بشیم از درجه دو. یکی بحث تعیین علامته، بحث تعیین علامت معادله درجه دو. آقا به شما اصلا میگه همین، حالا اگر آسان ترش کنم، همون x2 منهای 5 x منهای مثبت 6 مساوی 0. بچه ریشه های این 2 هست و 3، ریشه های این 2 هستش و 3. ببین
میخوام این عبارت رو تعیین علامت کنم، ببینم کجاها مثبت کجاها منفیه. چندین و چند راه داریم. اولیش اینه که چیکار کنیم؟ اینو بریس ایکس من های دو در ایکس من های سه ریشه هاش به دست بیاد. ریشه هاش که به دست اومد همون تعیین علامت که خودم به یادم علامت خونه آخر میشه مثبت. بعد میخوای علامت سه رچی توان یک منفی مثبت عوض میشه، درسته؟ این تعیینات کلیه یا همون تعیینات یک خطی که خودتون انجام میدید. اول ایکس من های دو تعیین علامت میکنید، بعد ایکس من های سه، بعد مثلا کلا تعیین علامت میکنید به اون روند. حالا اما بچه‌ها واسه تعیین علامت درجه دو راحت خیلی خوب داریم، رسم نموداره. اما شما ریشه های این نمودار رو میدونید، ریشه های این معادله درجه دو رو میدونید. این کجاست؟ دو و سه، اینجاست و اینجا. و همگان قبول دارن که این معادله رو به بالای دیگه اینجوریه. تموم شد، تعیین علامت شد. آقا چی یعنی چی تعیین علامت شد؟ اینجا مگه سه نیست؟ اینجا مگه دو نیست؟ کجاها مثبته؟ از سه به بعد. مثبت یعنی بالای محور ایکس دیگه. عرضش کجا مثبته؟ از سه به بعد مثبته، از دو به قبل مثبت. تموم شد، تعیین علامت شد. دیگه نیاز به رسم جدول و تعیین علامت خطی، حالا یه خطی یا چند خطی نداریم. درجه دو اینجوری تعیین علامت میشه با نمودار. ریشه ها رو داری، کجاها منفیه، تابلو از دو تا سه زیر محور دیگه، درسته؟ پس شما هر موقع ریشه رو داشته باشی، هر موقع ریشه رو داشته باشی میتونی معادلت رو تعیین علامت کنی و با جواب دیگه از سه به بعد، از دو به قبل. یکی میگه آقا اگر ریشه نداشت چی مثلا؟ این همه شانس ما ریشه دار شد. از اینجا اگر حساب کنیم این ریشه نداره، درسته؟ اگر این همچین چیزی باشه ریشه نداشته تو چی کار میکنیم؟ خب مشخصه دیگه، این همواره مثبت در کل آر تعیین علامت شد. اینم تعیین علامت میشه. پس بچه اگر معادله درجه دو ریشه نداشته باشه علامتش با علامت چیه کیه؟ نکن اینجا آ مثبته، اینجا آ مثبته، این ریشه نداره هست باشه، آ مثبته، معادله درجه دو هم همواره مثبته. حالا یکی دیگه بعد رسم کنم اینجا این معادله درجه دو هم ریشه نداره، رو به پایینه، درسته؟ آش منفیه. دیگه چی میفهمی؟ این همواره منفیه. بچه همواره منفی یعنی همواره زیر محور ایکس ها، همواره زیر محور ایکس هاست. پس اگر معادله درجه دو ریشه نداشت علامتش با علامت آ یکسان. این کل تعیین علامت درجه دو بود که نه نیازی به جدول داره نه چیزی، با رسم خیلی راحت در شما میرسید به تعیین علامتتون. بچه ها دیگه برای حل سوال های درجه دو باید نکات رو بدونید. وقتی بهت میگه ریشه مضاف یعنی دلتا صفر، وقتی بهت میگه آقا من سوالم ریشه معادلم ریشه مضاف داره، توی سوال بهت میگه ریشه مضاف، بعد بدونید منظور اینه که دلتا هم صفر، درست؟ دلتای این معادله صفره. بعد چیکار کنی؟ بی دو منهای چهار سی مساویه صفر قرار بدی، دلتا صفر به دست میاد، دلتا مساوی صفر قرار بدی، امو به دست میاری و حالا بعد از ام ادامه سوال گفته که این فلان دارای دو ریشه حقیقی باشد. دو ریشه حقیقی یعنی دلتا بزرگتر از صفر، باید دلتاش رو بزرگتر از صفر قرار بدی و بازه ام رو به دست بیاری. نمیدونتر؟ میشه که مهمترین بحث درجه دومون بعد از تعیین علامت، تعیین علامت درجه دو خیلی مهمه، مهمترین بحث درجه دومون بعد از تعیین علامت بچه SOP ما هست. بیشه SOP یعنی چی؟ تعریف میکنیم S جمع ریشه ها، P ضرب ریشه، تفاضل ریشه ها هم هست؟ نه، برنه. اس میشه جمع ریشه ها،
پی میشه ضرب ریشه ریشه ها. حواست باشه نکته اولی که توی اس او گول نخوری سوال میاد. نکته اول که توی اس او پی مهمه اینه که شما داری راجع به ریشه ها صحبت میکنی. ریشه ها یعنی چه؟ این دلتا بزرگتر از سه. اصل اول وقتی راجع به اس او پی صحبت میکنی دلتا اینو یاد نده ها، اینو ما پیش فرض داریم. ببینیم ریشه ها جمع ریشه ها بعد دو تا ریشه باشه که جمعش کنم یا نه. اوکی، پس دلتا مون بزرگتر از صفر. بریم جلو بچه ها، بریم جلو نکات اس او پی رو بگیم. نکات اس او پی رو بگیم. روابط ها بلد باشه دیگه، جمع ریشه ها میشه منفی بی آن و ضرب ریشه ها میشه سی آن. بچه ها نکته ای که توی اس او پی، نکته اولی که توی اس او پی وجود داره اینه که شما وقتی ریشه ها رو داشته باشی SOP رو داری و وقتی SOP رو داشته باشی میتونی معادله درجه دو رو با استفاده از این رابطه بنویسی. X2 منهای S6 به اضافه P مساوی 0. درسته؟ اگر بتونی معادله درجه دوی بنویسید که ریشه هاش 2 و 3 باشن، مثلا میگم ها، میخوام بگم اینجوری کار برده، ریشه هاش 2 و 3 باشن، خب X2 منهای S6 به اضافه P 2 3 5 میشه x2 منهای 5 2 3 تا 6 x2 منهای 5 x به اضافه 6 یه معادله درجه 2 نوشتیم که ریشه هاش 2 و 3 هستن. x2 منهای sx به اضافه p رابطه ای که میتونید باش معادله درجه 2 بسازی. درسته؟ وقتی ریشه ها رو داشته باشید. این نکته اول راجع به SOP مونه. بریم پایین، بریم پایین، بریم پایین. نکته بعدی بچه سوالی که اینه روابط متقارن و نامتقارن به تو جزتون اومده. مثلا سوال اول گفته آلفا دو به اضافه بتا دو، اگر آلفا و بتا ریشه های ما باشن. بچه ما آلفا رو داریم به تنهایی، بتا ما هم داریم، اما آلفا بتا و رادیکالی در میان، گویا هم هست کسریه. آلفا بتا و رادیکالی به دست میان، اینو نمیتونیم محاسبه کنیم آلفا دو به اضافه بتا دو رو، سخت میشه کاره. پس مجبوری الان توی این معادله شما چی رو داری؟ آلفا به اضافه بتا رو داری. خیلی خوب، منفی بی آم میشه مثبت 5. دیگه چی رو خیلی خوب داری؟ آلفا بتا رو خیلی خوب داری، میشه سی آم میشه مثبت 3. مجبور یه کاری کنی آلفا دو به اضافه بتا دو بر حسب آلفا به اضافه بتا و آلفا ضرب در بتا به دست بیاری. دیگه باشه اینا عبارتای جبری مونه و تجزیه کردن اون آلفا دو به اضافه بتا دو یاد چه اتحالی میاد؟ آ به اضافه بتا دو آ دو رو داره، بی دو رو داره، دو آبی رو نداره، دو آلفا بتا رو کم داره. خب اضافه میکنم. اضافه کردی و دست خودت، اگر اضافه کردی باید کم کنی که تغییر ایجاد نشده باشه. حالا آلفا دو به اضافه بتا دو به اضافه دو آلفا بتا میشه چی؟ میشه آلفا به اضافه بتا به توان دو، یه منهای دو آلفا بتا هم که اینجا داری. تموم شد بچه ها. الان آلفا به اضافه بتا رو دارم، جایگذاری میکنم. آلفا بتا رو هم دارم، جایگذاری میکنم. نکته ای که به دست اومد اینه که آلفا دو به اضافه بتا دو برابر شد با آلفا به اضافه بتا اس. اس دوی منهای دو پی. همیشه این اتفاق میفته. آلفا دو به اضافه بتا دو یعنی مربع ریشه ها، یعنی مجموع مربع ریشه ها همیشه برابر است با S2 منهای 2P. حداقلش اینه که الان نباید اون رو حفظ کنیم. اگر فهمید این از کجا به دست اومد، این خود به خود میره تو ذهنت. وقتی سه بار به دستش رو بردی، دفعه چهارم اینو دیگه از حفظ می‌نویسی. اوکی، خود به خود حفظ میشه. اگه از الان بخوای بگی آلفا دو به اضافه بتا دو میشه S2 منهای 2P، بعد اینو بخوای بگی S3 منهای 3P S آلفا 3 به اضافه بتا 3 رو و ندونی از کجا اومده، اصلا به درد نمیخوره، چون سر جلسه کنکور بهت قول میدم یادت میاد، بهت قول میدم. اوکی، بعد بدونی از کجا اومده، بلد باشی به دستش بیاری، حالا یادش میگیری که آقا نرم آقا من که میدونم S2 منهای 2P میشه دیگه، بعدش باید بنویسم. اوکی، اون موقع اینو از حفظ بنویسی خوبه که بدونی از کجا اومده، بلد باشی به دستش بیاری. حالا باز بریم رادیکال ها به اضافه رادیکال به آقا چیکار کنم؟ بعد تمام دو برسونیم دیگه. آلفا به تمام برسونیم بتا آلفا هم چیکار کنم؟ بعد مخرج مشترک بگیری، بعدی بعد فاکتور بگیری. آلفا 4 به اضافه بتا 4 چیکار کنم؟
چی کم دارم، چی بوده به توان دو رسیده، آلفا دو بتا دو بوده، یعنی آلفا دو به اضافه بتا دو به توان دو بوده، چی باید اضافه کم کنم، دو آلفا دو بتا دو منهای دو آلفا دو بتا دو، آلفا دو منهای بتا دو هم که آخرش هم هم میتونی مزدوج بزنی، میشه آلفای منهای بتا در آلفای به اضافه بتا، آلفای منهای بتا میشه تفاضل، تفاضل حفظ نیستی، پس میتونی این رو هم تبدیل کنی به آلفای منهای بتا به توان دو، این هم میتونی تبدیل کنی به تال مربع دو جمله. بحث بعدی بچه روابط نامتقارن بود، روابط نامتقارن بود که اینجا ما حق داشتیم، یادتون باشه ما حق داشتیم آلفا بتامون رو داخل معادله همیشه جایگذاری کنیم، این حق رو داشتیم که آلفا و بتامون رو داخل معادلمون جایگذاری کنیم. راجع به علامت ریشه ها مهمه که بچه ها بدونیم، حالا کلی بخوام بگم اس جمع ریشه هاست، یک شده است که من برقش میبینم اون دلتا مثبت ها اینا داریم، چون ما داریم به اس و بی صحبت میکنیم باید ریشه داشته باشیم که بریم جمعشون حساب کنیم، پس این دلتا مثبت ثابته، وقتی جمع مثبت ضرب هم مثبت، یعنی دو تا عدد داریم که جمع مثبت ضرب و مثبت مقطعا جفت ریشه ها مثبت، به درد میخوره اینا رو بلد باشیم. آقا جمع منفی ضرب مثبته، ضرب کی مثبت میشه؟ وقتی یا دو تا عدد مثبت باشن یا دو تا عدد منفی باشن، اگر دو عدد مثبت باشن که جمعشون منفی نمیشه که، خب جمعشون هم مثبت میشه، پس حتما دو تا عددمون چی بودن؟ منفی بودن، پس تو این حالت که اس کوچکتر از صفر پی بزرگتر از صفر حتما هر دو ریشه منفی. سوال ممکنه برعکس بده بگه آقا معادله در این معادله درجه دو هر دو ریشه منفی هستن، دیگه خودت بعد بری قرار بدی اس رو کوچکتر از صفر پی رو بزرگتر از صفر، درسته؟ برعکس هم میتونه به سوال بدی آقا در این معادله درجه دو که میبینی هر دو ریشه ما منفی هستن، باید بفهمی اس کوچکتر از صفر پی بزرگتر از صفر، احتمالا این سوال اینجور تو امتحان میدم احتمالا. سوالات من به گذشتن نوعی مختلف هم کاری نداریم، معادله چهار مجزوری درجه چهار دو مجزوری منظورم بود، دو مجزوری بچه یه موقعی به این صورت سوال AX4 AX4 معادله درجه چهار بلدی حل کنی؟ درجه چهار کسی به دیار داده حل کنی؟ نه، پس باید تبدیلش کنیم به معادله درجه دوم که درجه چهار که حل نکردم من که حالا کسی هم یاد نداده بس از هم نمیخوان، حتما معادله درجه چهار که ببینم باید تبدیل بشه معادله درجه دوم شما. مثال x4 منهای 10x2 به اضافه 9 چرا باید کنی؟ x2 مساوی t، وقتی x2 بشه t به توان 2 برسون، x4 میشه t2، خب x4 میشه t2، پس این عبارت میشه t2 منهای x2 هم که t منهای 10 t به اضافه 9 مساوی 0، عبارت تبدیل شد به یک عبارت درجه 2، t2 منهای 10 t به اضافه 9 چجوری حل میکنی؟ حواست باشه جمع ضرایب 0 یکی از جوابای یکی هیچ سی هم یعنی 9 جوابای 1 و 9 x2 مساوی با 1 قرار میدی یه با میشه 1 و منفی 1، x2 مساوی 9 قرار میدی 3 و منفی 3، پس بچه معادله درجه 4 حد اکثر چند جواب داره؟ 4 تا جواب، که مثلا این عدفه 4 تا جواب داره، 1 و منفی 1، 3 و منفی 3. بقیه رو هم به همین ترتیب زحمت بکشید حل میکنید. AX به اضافه B رادیکال X که باز هم تو این سوال بچه ها یک فرمی از معادلات رادیکالیه ها، ما وقتی اینو گفتیم هنوز به معادلات رادیکالی نرسیده بودیم، این یه فرمی از معادلات رادیکالیه، شما واسه حل این اون توان به توان دو رسوندن رو هم میتونی انجام بدی، یه راه حل، اما یه راه حل دیگه که داریم رادیکال X رو برابر T گرفتن و تغییر متغیر، اینجا رادیکال X رو بگیری T، رادیکال X رو اگر بگیری T صورت کردیم، رادیکال X رو اگر T بگیری مساوی T قرار بدی به توان دو رسوند X میشه T
دو به جای ایکس میذاری تیم دو، به جای میخوای ایکس میذاری تیم، معادلت در دو اونجا حل میکنی، اما حواست باشه رفتی تیر رو به دست آوردی، اگر تیم منفی شد قبول نیست، تیم منفی نمیتونه باشه چون رادیکال ایکس مساوی تیم مساوی رادیکالی، پس تیر هیچ موقع منفی نمیتونه باشه. بریم خب قبل از که بزنیم به سم، یکی از این تست ها رو باید حل کنم. بچه کاربرد چهارم ساختمان جای همون ایکس دومن های ایکس به اضافه پی ها، درسته ریشه ها رو داری، جمع ریشه ها به دست میاد، ضرب ریشه ها به دست میاد، ایکس دومن های اس ایکس به اضافه پی میتونی معادله درجه دوت رو بسازی. قبل از اینکه بریم سراغ سهمی، این حل کنم براتون. گفته ریشه های معادله درجه دوم این ایکس دومن های آی ایکس به اضافه ب، سه واحد از ریشه های معادله x دو منهای x منهای 5 بیشتر است. سه واحد از ریشه های x دو منهای x منهای 5 بیشتر است. ببین بچه ها، ما توی این معادله کامل ضرب چه داریم s و p رو در واقع داریم. ببینید s من میشه چی؟ میشه آلفای به اضافه بتا، قبوله؟ که توی اینجا برابر است با منفی بی آم که میشه مثبت یک. جمع ریشه های من توی این معادله یک، قبول دارید؟ حالا بیام توی معادله با معادله بالای مقایسه کنم. گفتم با ریشه های معادله این سه واحد از ریشه های این بزرگتر، ریشه های این سه واحد از ریشه های این بیشتره. پس اگر بخوای جمعشون رو حساب کنی، سه واحد آلفا بزرگتره، سه واحد هم بتا بزرگتره، پس کلن جمع ریشه های این شیش واحد از جمع ریشه های این بیشتره. اگه جمع ریشه های این پایین شده یک، حتما جمع ریشه های اون چنده؟ منفی پنج، شیش تا کمتره دیگه. این همینجوری بیان کنی به دست میاد، اما در میتونی جایگذاری کنی دیگه. میگه آقا این اس این معادله است، برم اس اون معادله به دست بیارم، اس بریم. خب به جای آلفا باید چی بذارم؟ آلفا رو باید بردارم، این سه واحد بزرگتره، بعد بذارم آلفا به اضافه این. اگر آلفا باشه این سه، در واقع این سه واحد از این بیشتره، بخوام ریشه اینو جایگذاری کنم، این ریشهش میشه آلفا به اضافه سه واحد بیشتر ریشه این آلفای، این آلفای به اضافه سه. پس به جای ریشه این چه آلفای به اضافه سه، قبول؟ بتا چی میشه؟ میشه بتای به اضافه سه، بچه بودم منهای پنجش رو بود که کلن مجموع ریشه های بالایی میشه آلفای به اضافه بتا به اضافه سه به اضافه سه، چون سه رو هر دو بیشتر بودن دیگه، سه و سه شیش، آلفای به اضافه بتا چنده؟ یک و شیش هفت. این شد جمع ریشه های بالایی. پس اسپیرم شد هفت. اسپیرم معدود اس معادل بالایی هست. پرپیرم چی میشه؟ ضرب ریشه ها. تو معادله اولی که توی این معادله دومه که مشخصه منفی پنج یکم یا هم منفی پنج، تو معادله بالایی چی میشه؟ آلفای به اضافه سه در بتای به اضافه سه. اینو بخوای محاسبه کنی، بچه بهت گفتم هم میتونی الان همجوری ضرب کنی تو هم دیگه، اما اگر زرنگ باشی میگه آقا این اتحاد جمله مشترکه، این سه مشترکه دیگه، یعنی اگر باشه سه به اضافه آلفا سه به اضافه بتا همون جمله مشترکه. پس به صورت جمله مشترک عبارت رو حاصل چه به دست بیارم؟ میشه جمله مشترک به توان دو. جمله مشترکشون چیه؟ سه به توان دو نو به اضافه جمعشون ضرب در جمله مشترک،
یعنی آلفای به اضافه بتا ضرب در جمله مشترک به اضافه ضربشون هم میشه آلفا بتا. آلفای به اضافه بتا هم چند بود؟ یک بود دیگه، یک ضرب در سه میشه سه، نو سه دوازده. آلفا بتا هم چنده؟ منفیه پنج، که دوازده منفی پنج میشه هفت. پپری درسته. پس ضرب ریشه های جدیدم هفته، جمع ریشه های جدیدم هم هفته. خب بعد برم جایگذاری کنم دیگه. آقا مگه ضرب ریشه ها نشده هفت؟ مگه نمیشه سی آم؟ اینجا سی چیه بچه ها؟ قاطی نکنی ها. اینجا تو این درجه دو ضریب سی چیه؟ بی. یعنی اگر الان بگم آقا ضرب ریشه ها اینجا چی میشه؟ بگی پی مساوی سی آم. این سی منظور اون عدد ثابت است. الان تو این عدد، تو این ماله عدد ثابته، اسمش گذاشته چی؟ بی مثلا. پس میشه بی تقسیم بر آ چنده؟ آ اینه ها، آ ضریب x2 نریم بنویسی، آ ضریب x2 میشه یک، بی یک هم چنده؟ هفت. پس بی میشه هفت. بی به دست اومد هفت، بی به دست اومد هفت. و از طریق استریم هم جمع شده از میاریم و بعد بی آم رو محاسبه کنیم. این سوالیه که راجع به روابط بین ریشه ها توی امتحانات هم داره، فکر کنم میاد ترم اول که گفتم مثلا فلان معادله درجه دو ریشه هاش از دو برابر و یکی سه واحد کمتره. یعنی اگر ریشه های اولی آلفا و بتا باشه، ریشه های جدید چی میشه؟ دو آلفای منهای سه، دو بتای منهای سه. چیکار باید بکنی؟ باید بری اس و پی جدید رو معادله جمع جدید و ضرب ریشه های جدید رو محاسبه کنی و جای گذاری. خب دلتا سهمی رو به بالا، آ مثبت رو به پایین، آ منفی. الگوریتم رسم سهمی، توی رسم سهمی نقطه فوق العاده مهم داریم به نام رأس سهمی. مهمترین نقطه سهمی رأس سهمی مونه. اگر رو به بالا باشه اینجا میشه کمترین مقدار مونه یا مینیموم تابع درجه دو مونه. بچه ها چیش مینیمومه؟ این نقطه است، این نقطه است، طول داره، عرض داره، این پایین ترین جای نموداره، پایین ترین. بالا پایین راجع به چی صحبت میکرد؟ راجع به وای صحبت میکرد. این پایین ترین جای نموداره. اوکی، پایین ترین جای نمودار چی رو به ما میده؟ عرض. این عرضش کمترینه، اما چپ ترین نقطه نیست. درسته، چپ ترین نقطه دیگه منفی نهایت، راست ترین نقطه مثبت نهایت تو ایکس ها، این پایین ترین. پس ارزش مینیمومه. یعنی هر بار خواستی کمترین مقدار یک تابع درجه دو رو حساب کنی، کمترین مقدار یک تابع درجه دو یا بیشترین مقدار یک تابع درجه دو رو خواستی حساب کنی، باید بری ارز رأس سهمی رو پیدا کنی. ارز نقطه رأس سهمی رو باید بری پیدا کنی. واسه رأس سهمی چی کار میکنیم؟ واسه رأس سهمی چی کار میکنیم؟ واسه رأس سهمی بچه ها به تو گفتم اول باید رأس رو پیدا کنیم. درسته؟ اول رأس رو پیدا میکنیم، مثلا نمودات هم رو به بالا، این رأس. خب آقا رو به بالا فرض کن آ مثبته، یه شاخه سمت راست میخواید، یه شاخه سمت چپ. واسه اینکه شاخه خوب رأس میشه، یه نقطه سمت راست رأس میخوای، یه نقطه سمت چپ راست میخوای. نقطه سمت راست راست رو چجوری به دست بیارم؟ یعنی آقا یه ایکس بده به نموداره، یه ایکس بده به معادله درجه دو که ایکسش از این بیشتر باشه، حالا یه ایکس بده که ایکسش از این کمتر باشه. دو تا نقطه رو دست داره، یکی اینجا یکی اینجا، و دیگه بس کن و تمام، رسم معادله درجه دوم. اولین کاری که باید بکنی نقطه راست سهمیه، طولش رو داری منفی بی بگیر دو، اما ارزش چجوری به دست میاری؟ با جایگذاری طول داخل معادله. دیگه زبونم مون در بود انقدر اینا رو گفتم 20 بار. نمودار توابع زیر رو رسم کنید، که رسم بکنید کاری نداره. یه سوال حل میکنم براتون از به دست آوردن نمودار، به دست آوردن نمودار، به دست آوردن معادله از روی نمودار. یه تست بعد می‌دارم آخرش تقریبا بچه آ مشخص دیگه، رو به بالا باشه آ مثبته، برای تعیین علامت سیمون هم گفتیم دیگه عرض از مبدا رو نگاه می‌کنیم. نقطه سی اینجا، سلام
سیمون چیه؟ منفی. درسته سی منفی. واسه تعیین علامت بی گفتیم توی نقطه سی خط مماس رسم کنی، اگر شیب خط منفی بود بی منفی، اگر شیب خط مثبت بود بی مثبت. ماکسیموم یا مینیموم هم که گفتم همیشه بعد دو درجه دو. شما یه راه حل دیگه هم دارید برای به دست آوردن ماکسیموم یا مینیموم، اما راه حل همیشگی عرض نقطه رأس سهمیه. عرض نقطه رأس سهم، مثلا من بهت میگم آقا x2 به اضافه 5 x به اضافه 4، همه که کمترین مقدار داره یا بیشترین مقدار؟ نمودار رو به بالای کمترین مقدار، درسته؟ نمودار کمتر، بیشتر مقدارش بی‌نهایت. نمودار رو به بالای کمترین مقدار داره. شما همیشه مساوی صفر اگر باشه، شما همیشه برای به دست آوردن ماکسیموم یا مینیمم فرق نمی‌کنه. اپتیموم بگیم. اپتیموم این معادله درجه دو عرض رأس سهمی رو داریم. میری عرض رأس سهمی رو محاسبه می‌کنی. اما اگر دانش آموز خوبی باشی، اینو خیلی راحت میتونید تبدیل کنید به اتحاد مربع دو جمله. یا این چی بوده؟ x به اضافه 2 به توان 2، x به اضافه 2 x به اضافه 2 به توان 2 میشه x2 به اضافه 4، x به اضافه 4 مساوی 0. خب بچه کمترین مقدار این تابه چیه؟ یه توان دو دیگه، یه توان دوه. کمترین مقدار توان دو چیه؟ صفره. پس کمترین مقدار این تابع صفر. اوکی. عرض رأس سهم میرم به دست بیاری طبیعتا همین رو به می. یا مثلا به سوال میده چی؟ x2 به اضافه 4x به اضافه 9 مساوی صفر. میگه خب اینو من میتونم به صورت درجه دو بنویسم. چجوری؟ به صورت مربع دومی. این هست x به اضافه 2 به توان 2 میشه x2 به اضافه 4x به اضافه 4، اما به اضافه 9 دارم. این به اضافه 4 میدم، به اضافه 9 دارم. چند تا کم دارم؟ 5 تا. یه به اضافه 5 خودم بهش میدم. الان بالای با پایینی کاملا برابره. بچه x2 به اضافه 2، x2 به اضافه 2 به توان 2 به اضافه 5، کمترین مقدار این چجور به دست میاد؟ کمترین مقدار این تابع چیه؟ میگه این توان دو، کمترین مقدارش صفر. با 5 هم میشه کمترین مقدار این تابع کلا 5. شما هر عددی بدید این تابع از 5 کمتر نمیشه. این تابع از 5 کمتر. حالا اگر به عرض رأس سهمی هم دست بیاری دقیقا به 5 میده. درسته. پس برای به دست آوردن کمترین مقدار تابع درجه دو، یکی از روشایی که دارید تبدیلش تابع مربع دو جمله ایه که این اضافهش میشه کمترین یا بیشترین مقدار ما. و روشی که همیشه جواب میده اینم همیشه جواب میده، ولی خب روشی که ما حالا گفتیم که بلد باشه شما، عرض نقطه رأس سهمیه. عرض نقطه رأس برای حل معادلات گویا. بچه برای حل معادلات گویا گفتم چی کار میکنیم؟ اگر دو تا کسر داشتی طرف این وسطه، اگر دو تا کسر داشتی طرف این وسطه. اینجا 3x به اضافه مساوی x به اضافه 2 تقسیم بر x به اضافه 2 مساوی 2 یکم. اینو نزید 2 یکم طرف این وسطه. اینو چی کار میکنی؟ طرف این وسطه. اگر دو تا کسر داشته باشی، اما میرسی به اینجایی که اینجا باز دو تا کسر داری، طرف این وسطه میکنیم. اما میرسه به یه جایی که بیش از دو کسر داریم. چی؟ بیش از دو کسر داریم. 3x من هر دو x به اضافه 2x به اضافه 5 به اضافه 3 مساوی 5. وقتی بیشتر از دو کسر داری چیکار باید بکنی؟ قدم اول چیه؟ قدم اول اینه که تمام صورت و مخرج ها رو ساده میکنی. تمام صورت و مخرج ها رو ساده میکنی و اگر چیزی با هم خط خورد خط میزنی. تو پرانتز همیشه در نهایت جواب های معادله که به دست اومد تو اصل صورت سوال چک میکنی. یعنی چی؟ یعنی آقا من یه مثال سریع برات بزنم. اینجا حالا داری x2 چرا اینطوری میشه؟
گفته چی بچه ها؟ بگید گفته که داشتم بعد میگفتم که اگر به شما سوال داده باشه چی؟ این اگر باز بشه اگر مثلا به شما سوال داده بود چی؟ x نوع منهای یک به روی x به روی مثلا مساوی هر چیز میگم گفتم اول ساده کن دیگه شما میگه اول ساده میکنی x تو منهای یک میگه چی؟ x منهای یک در x به اضافه یک بعد این x به اضافه یک صورت باید x به اضافه یک محل خط میزنی حالا میخوای باید سوال رو حل کنی میری سوال حل میکنی در نهایت جواب منفی یک به دست میاد و خیلی خوشحال منفی یک رو به عنوان جواب مینویسی اما منفی یک قابل قبول نیست چرا چون منفی یک ریشه مخرج شما بوده درسته؟ پس وقتی بهت میگم جوابهایی که به دست آورده توی اصل صورت سوال چک کنی منظورم اینه یعنی آقا جوابهایی که به دست اومد تو اول سوال همون چی قبل از ساده شدن چی داشتی مخرج اونجا باید جواباتو چک کنی همه رادیکال چی مخرج داشتی چک کنی که دامنت مشکلی برات ایجاد نکنی خب اولین قدم واسه حل چی بود؟ اولین قدم برای حل معادلات گویا چی بود؟ گفتم صورت و مرحله تماما ساده میشه اگر چیزی با چیزی خط میخوره خط میزنیم اینجا چیزی با چیزی ساده نمیشه بعد پس چی کار باید بکنیم؟ ساده که نشد حالا دو طرف رو توی کمیمی مخرج ها ضرب میکنیم کمیمی یعنی کوچکترین مضرب مشترک کوچکترین مضرب مشترک چجور به دست میومد؟ عوامل مشترک با توان بالا ضرب در عوامل غیر مشترک خب اینجا یعنی x داریم یه x به اضافه سه عامل مشترک نداریم مخرج میکنم که یکه پس کلن باید تو x در x به اضافه سه ضرب بشه تو x در x به اضافه سه کل معادله هم بچه اولی اگر تو x در x به اضافه سه ضرب بشه xش با x میره نونه x به اضافه سه میشه 3x منهای 2 در x به اضافه 3 به اضافه این اگر توی x در x به اضافه 3 ضرب بشه x به اضافه 3 با x به اضافه 3 نمیگه xش مونده میشه x در 2x به اضافه 5 مساوی 5 در x به اضافه 3 تمام شد مخرج از بین رفت کافی پرانتزا رو تو هم دیگه ضرب کنی معادله درجه 2 تشکیل میشه همه رو میکشی یه طرف و دلتا یا حالا هر درشی که بلدی سوالت رو حل کنیم بچه توی این قسمت توی قسمت حل معادلات گویا تمام سوالات کتاب رو حل کنید چون خیلی متاسفانه اکثرتون توی این قسمت ضعیف هستید توی بحث کنکورم خیلی اینجوری که بخواد مستقیم معادله گویا برای ما سوال بیاد که حل بشه اصلا حل نمی‌کنیم بخاطر اینکه همیشه ما جواب داریم و گزینه رو چک می‌کنیم ولی خیلی مهمه که بلد باشه دیگه یه معادله گویا حل کنیم برای حل معادلات گنگمون گفتیم همیشه به توان دو می‌رسونیم روش حلمون به توان دو رسوندنه روش حلمون به توان دو رسوندنه و حواسمون باشه که جوابمون جزء دامنمون باشه جوابمون جزء دامنمون باشه فصل یک بچه تا اونجایی که وقت یاری میداد صحبت کردیم بچه فصل یک باز با این حال شما ویدیو دیدید سوال داشته ازم میپرسید یکم کنه رو میپرسید برای فصل تابه یه بریک بینیم 5 دقیقه 10 تا 15 تا انشالله تست آزمونگاه رو براتون حل میکنم تو همون تست که همون 15 تا سیگه میخوام براتون حل کنم انشالله یه جنبندی از فصل تابه هم خواهیم بشه بلند خدا نگهدار.